الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين. شب میلاد بانوی کرامت فاطمه معصومه سلام الله علیها به عموم مسلمین بالاخص شیعیان این میلاد پربرکت رو تبریک عرض میکنیم. چند جمله در مورد عظمت و شأن فاطمه معصومه سلام الله علیها خدمتتون عرایض رو تقدیم میکنیم. یا فاطمه تشفعی لنا فی الجنه، در مورد فاطمه معصومه سلام الله علیها داریم در زیارتنامه حضرت که امام معصوم اینطور میفرماید که وقتی رفتید زیارت فاطمه معصومه علیها السلام اینطور بگید یا فاطمه تشفعی لنا فی الجنه. یه نکته ای در مورد زیارتنامه حضرت خدمتتون عرض کنم. ما در مورد دو امامزاده داریم، دو یا سه امامزاده داریم که معصوم خودش مستقیما زیارتنامه در مورد امامزاده ها بیان کرده. یک کدوم از اونها حضرت ابوالفضل عباس است و یکی هم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. در این زیارتنامه امام معصوم میفرماید اینطور بگوید یا فاطمه تشفعی لنا فی الجنه. یه نکته در اینجا نهفته است، میفرماید در بهشت ما رو شفاعت کن، نمیفرماید برای بهشت رفتن ما رو شفاعت کن. در بهشت یعنی وقتی که ما وارد بهشت شدیم مقام فاطمه معصومه آنچنان بالاست که توی بهشت، در بهشت میتونه ما رو شفاعت کنه تا درجات و مقاماتمون در بهشت بالا بره. این نکته نکته مهمی است که امام معصوم به این نکته ما رو توجه میده. و یه نکته دیگه ای در مورد شأن و مقام حضرت فاطمه معصومه هست که این نکته هم از خصوصیات برجسته فاطمه معصومه است. در مورد دو نفر داریم که امام معصوم میفرماید فداها ابوها. یک در مورد دو بانو داریم که میفرماید فداها ابوها. یکی فاطمه زهرا سلام الله علیها که پیامبر فرمودن فداها ابوها، و یکی در مورد فاطمه معصومه سلام الله علیها که پدر گرامیشون امام کاظم علیه السلام فرمودن فداها ابوها. از همین دو مطلب شأن و مقام فاطمه معصومه معلوم میشه که ما میتونیم متوسل بشیم به حضرت در مقامات معنوی و در دنیای خودمون، رفع گرفتاری های دنیای خودمون میتونیم از حضرت کمک بگیریم. پس آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، وقتی که کنار حضرت هستیم، در جوار حضرت هستیم، باید بدونیم که زیارت با معرفت انجام بدیم. باید متوجه این مطلب باشیم، بهشت برای کسی است که با معرفت حضرت رو زیارت کنه. وجب له الجنه، بهشت براش واجب میشه. امام معصوم فرمودن کسی رو که فاطمه معصومه رو با معرفت زیارت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.